اتم، اکثرمون مخصوصا اونایی که توی مدرسه درسشون بهتر بوده میدونیم که یه همچین ساختاری داره، یعنی یه هسته ای اون وسطه که یه سری پروتون و نوترون دور هم جمع شدن و یه سری الکترون که دارن دور اینا میچرخن، یه جور مدل منظومه شمسی مانند، که اتفاقا واسمون جالبه که طبیعت اومده خودش رو تو ابعاد کوچیک و ابعاد نجومی کیهانی تکرار کرده. این همون نماد اتمیه که همه میشناسنش و لوگوی IAEA همون آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تقریبا یه همچین شکلی داره. ولی واقعیت اتم یه چیز دیگه است. این الکترون‌ها خیلی ساده مثل سیاره دور این نمیچرخن. یه داستان دیگه‌ای پشت این اتم هست. این مدل، مدل اتمی نیلز بوره، ابر قهرمان فیزیک مدرن و یکی از پدران مکانیک کوانتومی. توی این ویدیو قراره یه خلاصه‌ای از اون اتفاقا رو مرور کنیم. پس با من همراه باشید. درود به همتون و ماچ به کلتون، رامون هستم با صفر به جای او. این ویدیو یه جورایی معرفی نظریه اتمیه و در ادامه ویدیوهای مربوط به کوانتوم قرار میگیره. کلا کشف پدیده‌های فیزیکی یه مقدار طول میکشه تا توی جامعه علمی جا بیفته و مورد پذیرش واقع بشه. نگاه نکنین دانشمندا آدمای روشنفکرین، مخصوصا اونایی که سنی ازشون گذشته و عمرشون رو روی تحقیقات خاصی گذاشتن، در مقابل کشفای بزرگ خیلی دوگم و بسته عمل میکنن و همین باعث میشه اصلا چرخنده‌های علم خیلی سخت‌تر جلو بره. اتم یکی از اون پدیده‌هایی بود که چند هزار سال طول کشید تا کاملا کشف بشه. اولین بار یونانی‌های باستان اصلا از این کلمه استفاده کردن. دموکریت اومد گفت که آقا دنیا از یه سری ذراتی ساخته شده. ولی خب نوع نگاه اونا یه نگاه اولیه و بیشتر فلسفی بود تا علمی. مثلا دموکریت میگفت اتم چیزای ترش یه حالت تیز مثلثی طوری داره که به زبون می‌خوره، باعث میشه ما ترشی حس کنیم، اونجوری چشمونو ببندیم. این مفهوم چندین بار توی علم هی مطرح شد و هی با مخالفت و در بسته مواجه شد. طبیعی هم بود چون چیزیه که نمیدیدن و نمیتونستن روش آزمایش کنن بیخیال میشدن و میرفتن سر وقت چیزایی که بر دسترسشون بود، تا اینکه سر و کله نظریه کوانتوم پیدا شد. ما فهمیدیم که چطور ماکس پلانک نظریه قدیمی کوانتوم رو پیریزی کرد بدون اینکه خودش متوجه باشه و به عنوان یک فیزیکدان سنتی یه جورایی مجبور شد که یه تغییر جهت اساسی توی تحقیقاتش بده. البته خود کوانتوم هم مثل هر تاب و شکنی دیگه‌ای در جواب چند تا اتفاقی که جور در نمی اومدن به وجود اومد. توی قرن 17-18-19 که همه چی داشت تو علم خیلی سریع پیشرفت میکرد، این نظریه اتمی بین یه عده از دانشمندای مهم اون موقع طرفدار پیدا کرده بود، مثل آقای دالتون که شیمیدان بود و همینطور فیزیکدانای بزرگی مثل جیمز کلارک مکسول و لودویک بولتزمان که اومدن گازها رو و من جمله هوا رو ذراتی در نظر گرفتن که میشه روشون تحقیق و مطالعه انجام داد و خب به چیزای خیلی مهمی هم رسیدن. ولی خب غالب جریان فیزیک اون موقع این نظریه رو نمیپذیرفت و چند دهه طول کشید تا یه نظریه اتمی درست و درمون توسط آقای نیلز بور به ظهور رسید. تو اون موقع فیزیکدانا فکر میکردن که همه دنیا رو تونستن با علمشون تشریح کنن. فقط چند تا معضل کوچیک وجود داشت که اینم میگفتن خب حل میشه یه جورایی. ولی حل شدن همونا ما رو به عصر جدید وارد کرد. دورانی که اسمشو عصر اتمی گذاشتن. یکیش تابش جسم سیاه بود که تو همون ویدیوی مربوط به آقای پلانک بررسیش کردیم. یکیش فوتوالکتریک بود که تو ویدیوی معرفی فیزیک مدرن توضیحش دادم و یکی دیگه‌اش که امروز می‌خوایم بررسیش کنیم خطوط طیفی بود. اینا چی هستن؟ تو قرن 17-18 دانشمندا به منشور خیلی علاقه داشتن و باهاش آزمایش‌های خاصی انجام می‌دادن. یه دانشمند اسکاتلندی به اسم آقای ملوین که نسبت به گازها کنجکاو بود، به سری از این گازها حرارت داد، جلویش یه منشور گذاشت، از اون ور نگاه کرد ببینه طیف نوری اینا چه شکلیه. خب توقع داشت مثل وقتی که لامپو می‌ذاری اونور یه طیف رنگین کمانی پیوسته کامل ببینه. ولی کورکوپرش از چیزی که اونجا دید ریخت. دیدین طیف برخلاف طیف لامپ پیوسته نیست. چند تا خط جدا از همه، مثل این شکلی که این بالا گذاشتم، یه حالت بارکد تور. بعدن یه سری دانشمندای دیگه اومدن دیدن که وقتی این گازا رو از هم تفکیک میکنن این طیفه متفاوت میشه، مثلا برای هیدروژن یه جوره، برای گازهای دیگه یه جوره دیگه است. بعد یه سری اومدن یه حرکت دیگه زدن، همون لامپ رو گذاشتن جلوش یه ظرف پر از اون گازه رو گذاشتن، بعد منشور گذاشتن که حالا ببینن توی طیف پیوسته ای که از نور لامپ میبینن چه اتفاقی میفته. دیدن اون طیف پیوسته رنگین کمانی سر جاشه و داخلش یه سری خطوطی سیاه افتادن که اینا منطبق بود بر همون خطوطی که
موقعی که این گازه رو گرم می‌کردن می‌دیدن، یعنی اگه اونجا مثلا یه دونه خط قرمز می‌دیدن، یه دونه خط سبز مثلا می‌دیدن با دو تا خط آبی، دیدن که توی اون طیف پیوسته همین خطوط جاش خالیه، یعنی همون طول موجایی رو که اینا میتابوندن همونا رو هم جذب می‌کردن انگار. یه دانشمندی به اسم آقای فرانهوفر داشت روی نور خورشید مطالعه می‌کرد و یه طیف سنجی ساخته بود با استفاده از همین منشور که ببینه همون طیف در مورد نور خورشید چه شکلیه. باز دوباره یه همچین چیزی رو دید، منتها با یه عالمه خطای جدا از هم، یعنی تعداد این خطا خیلی زیاد بود. بعدن دانشمندا اومدن این خطا رو از هم تفکیک کردن و فهمیدن که خورشید از گازهای مختلفی تشکیل شده که خب اونجا دارن حرارت می‌بینن و داغن، در نتیجه طیف‌های مختلفی همینجوری جدا جدا خط خط دارن می‌فرستن. فقط یه دونه از این الگوهای طیفی اون وسط عجیب غریب بود و تا حالا دیده نشده بود که همون باعث کشف گاز هلیوم شد. یعنی فهمیدن که رو سطح خورشید علاوه بر اون گازهایی که تا الان کشف شده بود، یه گاز جدیدی هم وجود داره به اسم هلیوم. حالا نکته جالبش اینجاست که همین الان دانشمندا با استفاده از همین طیف سنجی ستاره‌ای که میلیون‌ها سال نوری اونورتره، میان نورشو می‌ذارن تو طیف سنج، یه همچین الگویی می‌گیرن، اینا رو از هم تفکیک می‌کنن و متوجه میشن که چه گازهایی اون ستاره رو تشکیل داده. بعد از طریق اون گازها و یه سری فرمولای عمر اون ستاره هم تخمین می‌زنن. می‌بینی کارای آدمو. روی سخنم با کساییه که سابسکرایب نزدن یا تازه با کانال ما آشنا شدن. ما اینجا صحبت‌های علمی می‌کنیم، عموماً هم علم فیزیک به زبون ساده و قراره کرکوپرمون کنار هم دیگه بریزه از اتفاقایی که توی علم افتاده. اگه دوست داشتین خوشحال میشیم که شما هم به جمع ما بپیوندین. یه زنگوله هم کنار سابسکرایب هست. اگه اونو بزنین از ویدیوهای بعدی هم باخبر میشین. لایک و کامنت فراموش نشه. اتفاق بعدی که توی مسیر افتاد کشف الکترون بود. آقای تامسون توی تحقیقاتش روی پرتوهای کاتودی و آنودی که تا اون موقع همه دانشمندا با هم اتفاق نظر داشتن که اینا پرتوان و موج هستن، به این نتیجه رسید که نه بابا، یه سری ذرات باردار منفی وجود دارن که وقتی ما لامپ این پرتو کاتودی رو روشن میکنیم مثل گلوله پرت میشن و شروع میکنن به بمباران کردن صفحه روبروشون. تامسون با کمک لورد کلوین که یه فیزیکدان معروف دیگه بود و جفتشون هم نظریه اتمی رو خیلی دوست داشتن، اومدن اتم خاص خودشونو معرفی کردن. احتمالاً از علوم دبستان یادتونه نظریه کیک کشمشی، که البته اسم درستش کیک کریسمسه به خاطر اینکه این مدل رو توی کریسمس اومدن ارائه دادن. این میگفت اتم یه ابری از مثبته که یه سری ذرات منفی، یعنی همون الکترونایی که خود آقای تامسون کشف کرده بود، توش مثل کشمش پخش شدن و مجموع بار این ابر با بار این ذرات با هم برابره و در نتیجه اتم یه چیز خنثاست. یه دانشمند دیگه این وسط بود به اسم آقای رادرفورد که خیلی هم آدم پر انرژی و احساساتی بود و یه تعداد دانشجو داشت که با اینا رابطه خیلی خوبی هم داشت و با کمک اینا توی آزمایشگاه یه سری آزمایشایی انجام میداد و بر اساس اونا میومد نظریه پردازی میکرد. یکی از این آزمایشای مهمی که ایشون و دانشجوهاش انجام دادن بمباران ورقه طلا با پرتوهای آلفا بود. حالا پرتوهای آلفا چی ان؟ یه پرتوهای خیلی سنگین، البته سنگین نسبت به ذرات دیگه ها، وگرنه ابعادشون که خیلی خیلی کوچولو، میکروسکوپی هم نیست. اینا اومدن این پرتوها رو تابوندن به این ورقه‌های طلا و پشتش یه صفحه گذاشتن ببینن که چه تعدادی از اینا رد میشن، چه تعدادی رد نمیشن، و یه چیز خیلی عجیب غریب دیدن. یه تعداد زیادی از این پرتوها طبق انتظارشون داره رد میشه و با یه زاویه کوچیکی انحراف پیدا میکنه و میخوره به صفحه پشتش، ولی یه تعداد خیلی کمیشون بعد از برخورد به این ورقه طلا برمیگردن یا با زاویه خیلی زیادی منحرف میشن. خود رادرفورد که کرکوپرش ریخته بود اومد یه جمله خیلی جالبی گفت. گفتش مثل اینه که گله توپ 30 سانتی رو محکم پرت کنی سمت یه دستمال کاغذی بعد برگرده سمت خودت. در نظر بگیرید اینو که هیچکی تا اون موقع نمیدونه ساختار ماده چیه. اتم تازه در حال کشف شدن بود. همه فکر میکردن که خب یه چیز پیوسته ای دیگه، الان مثلا این ورقه نازک طلا نباید بتونه این پرتو رو برگردونه. اینجا بود که مدل هسته‌ای اتم معرفی شد. آقای رادرفورد اومد گفت که اینا بارای منفی این شکلی مثل کشمش پخش نشدن توی ابری از بار مثبت. یه هسته خیلی قلدر ولی خیلی کوچولو اون وسط هست که بارای مثبت همشون اونجا جمع شدن و بارای منفی این دور دارن میچرخن. اینو از کجا نتیجه گرفت؟ اون پرتوهای بار مثبتی که داشت میکوبید به این ورقه یه مقدار زیادیشون رد میشدن که این نشون میداد بیشتر فضای اتم تشکیل دهنده این ورقه فضای خالیه. یه تعدادیشون با یه زاویه کمی منحرف میشدن که این نشون میداد دور تا دور ذرات
منفی هستن که سعی میکنن این مثبت ها رو جذب کنن ولی نمیتونن و یه تعداد خیلی کمی میرفتن میخوردن به اینو برمیگشتن که این نشون میداد اون وسط یه هسته خیلی کوچولو موچولویی هست که بار مثبت خیلی گردن کلفتی داره. این کوچولویی که میگیم یعنی در چه حد؟ یعنی 1,000,000 اندازه اتم. برای اینکه یه مقیاسی دستمون بیاد هسته رو یه سکه کوچولو در نظر بگیرین، اون وقت تمام اتم میشه کل استادیوم آزادی که فاصله بین این هسته تا اون بارای منفی یا همون الکترونایی که اون دور تا دور دارن میچرخن کاملا خالیه. این داره یه واقعیت رو هم به ما گوشزد میکنه که فضای اطراف ما که خب همش از اتم ها ساخته شده بیشترش فضای خالیه. این یه سرنخ ریزی از همون هولوگرامی که تو ویدیوی اول گفتم، همون شبیه سازی که داریم توش زندگی میکنیم. ببینین یواش یواش سرنخا دارن خودشونو نشون میدن. یه ویدیویی دارم در مورد پارادایم شیفت ها، اگه دوست داشتین اونو ببینین، تو این زمینه ها خیلی میتونه جذاب باشه. این مدل هسته‌ای آقای رادرفورد هم خیلی چیزا رو نمیتونست توجیه کنه و کلی سوال جلوش سبز شد. مثلا اینکه آرایش اون بارای منفی که شما میگی اون دور تا دور دارن میچرخن چه شکلیه، چه جوری کنار هم قرار گرفتن؟ مگه نمیگی همه بار مثبت داخل هسته جمع شده که خیلی هم کوچولوئه؟ ما از قدیم میدونیم که بارهای همنام همدیگه رو دفع میکنن، چرا اینایی که اون تو جمع شدن همدیگه رو دفع نمیکنن، از هم جدا شن؟ از اون طرف خب بارهای غیر همنام هم باید همدیگه رو جذب کنن دیگه، چرا اون بارهای منفی که اون دور تا دور میچرخن جذب این هسته بار مثبت نمیشن و بیان تپ بیافتن توش؟ اینجا بود که همون مدل منظومه شمسی به وجود اومد. رادرفورد اومد گفت که اینا مثل سیاره ها با یه فاصله هایی از هم دارن میچرخن و این جاذبه بین بارهای مثبت و منفی یه جورایی نقش جاذبه خورشید رو داره ایفا میکنه که اون سیاره ها رو دور خودش نگه داشته. ولی خب باز دوباره یه سری سوالات دیگه ای پیش میومد، مثلا اینکه ذرات بارداری که تو حرکت دایره ای هستن، یعنی توی حرکت شتابدار قرار دارن، باید از خودشون پرتو ساطع کنن که این باعث میشه کل انرژیشون تو کسری از ثانیه خالی بشه، ولی خب نمیافتن. و چند تا سوال فنی این شکلی که باعث میشد کلا این مدل از همون اول زیر سوال باشه. اینجاست که قهرمان قصه وارد میشه، دانمارکی کبیر آقای نیلز بور، که اومد یه مدل اتمی عجیب غریبی ارائه داد که همه اینا رو توجیه میکرد که هیچ، همه سوالایی هم که داشت پرسیده میشد جواب میداد. این گونه بود که نظریه کوانتومی اتم متولد شد، یه نظریه بسیار خلاقانه و تابو شکنانه که دیگه تو حوصله این ویدیو نیست و من موکولش میکنم به ویدیوی بعدی که اونجا مفصل بتونیم در موردش صحبت کنیم. اگه به بحث‌های علمی به زبان ساده علاقه دارین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک و کامنت فراموش نشه. منتظر ویدیوی بعدی باشین.